در زمان تحویل خودرو 15 صد یا 15 قسمت مختلف میتونه بر روی مدل غربیلک فرمان نصب بشه. این قسمت ها عبارت میشه از گیرنده فرکانس های HF که میبینید روی 13 مدل نصب شده، هر جا که به صورت رنگی هست یعنی چی؟ یعنی نصب شده است. کامپیوتر سفری، برفاکن های عقب، برفاکن ها به صورت اوتوماتیک، مهشکن جلو و دکمه فشاری پیکربندی روشنایی اوتوماتیک قسمت هایی هست که قابل نصب برای این مدل ها هست. کام 2000 توسط شبکه ونبالی 1 با BSI در ارتباط است و کلیه دستوراتی که BSI صادر میکنه اون اجرا میکنه. همچنین مواردهایی که در دستگاه ABAP در قسمت کام 2000 ما میتونیم اونها رو مشاهده کنیم، خواندن خطا، پاک کردن خطا، اندازه‌گیری پارامترها و همچنین فقط قسمت بوق اخطار دهنده رو ما میتونیم تست کنیم. در حال حاضر از اون 15 مدلی که گفتیم مربوط به کام 2000 فقط دو نوعش هست که الان بر روی غربیلک فرمان نصب میشه. یکی از اینها مدل ولئو و یکی مدل ایتون هست که در بخش ایربگ اینو برای دوستان کاملا توضیح دادیم. و در صورت اشتباه قرار گرفتن هر کدوم از اینها بر روی یک خودروی بغیر از اون چیزی که باید قرار بگیره، ممکنه عملکرد کاری خودش رو نتونه انجام بده. یعنی به طور مثال اگر به جای اینکه ما مدل ولئو رو بخوایم قرار بدیم، بیایم مدل ایتون رو جای اون بذاریم یا حالا بالعکس، پس در زمان نصب کام 2000 باید حتما مدلش رو بتونیم تشخیص بدیم. نکته دیگه که دوستان باید بهش توجه کنن این است که در زمان تعویض کام 2000 ما هیچ گونه پیکربندی یا دانلود یا مقدار‌دهی اولیه نیازی نداره که براش انجام بدیم. مثل یک قطعه معمولی میتونیم عوضش کنیم. فقط تفاوتی که داره این هست که نوع کام 2000 رو ما باید در پیکربندی BSI مشخص کنیم. همجور که در بخش پیکربندی BSI برای دوستان توضیح دادیم، باید اگر که از نوع ایتون یا از نوع ولئو هست مشخص بشه. سیستم هایی که دارای کروز کنترل هستن، سنسوری هست به نام سنسور زاویه غربیلک فرمان که باید با دستگاه ABAP کالیبری بشه. حالا این دیگه بستگی داره به خودروهایی که آیا دارای سیستم کروز کنترل هستند یا خیر. خب در پایان این بخش یک بار دیگه مرور میکنیم اطلاعاتی که درباره کام 2000 خدمت دوستان عرض کردیم. کام 2000 دارای دو قسمت کنترلی اصلی و همچنین دست کنترل های ثانویه هست که دست کنترل های اصلی شامل دسته راهنما، بوق، برفاکن و شیشه شو و دست کنترل های ثانویه مربوط به رادیو و همچنین کروز کنترل هست. اگر که بخش های ثانویه مشکلی براشون به وجود بیاد، قابل تعویض هستن و نیازی به تعویض کام 2000 نیست. اینها دسته های اصلی و اینها دسته های ثانویه. عمل کرده هر کدوم از دسته ها رو معرفی کردیم که اکثر دوستان فکر کنم دیگه با کار کردن اونها توی خودروی 206 آشنا باشن. کنترل کننده قطعات دیگه همچون بوق، عملکرد ترانسپاندر یا گیرنده کد سویچ خودرو و عملکرد باز و بسته کردن درها توسط ریموت کنترل رادیویی هم بر عهده کام 2000 هست. کنترل عملکرد بوق اخطار شنیداری هم بر عهده کام 2000 هست و همچنین سویچ چرخشی کیسه هوای ایمنی هم در این بخش وجود داره و این سویچ قابل تعویض نیست و در صورت شکست شدن کل مجموعه کام 2000 باید
تعویض بشه. گفتیم که دارای 15 سطح مختلف از کام 2000 هستیم، اما فقط دو مدل در حال حاضر برای خودروها استفاده میشه که مدل ولئو و مدل ایتون از دو مدلی است که استفاده میشه. همچنین گفتیم که BSI توسط شبکه ون بادی 1 به کام 2000 در ارتباط هست و دستورات خودش رو برای اون ارسال میکنه. توسط دستگاه ABAP میتونیم یک ABAP داشته باشیم نسبت به کام 2000، خواندن خطا، پاک نمودن خطا، اندازه‌گیری پارامترها و همچنین تست عملگر در قسمت بوق اختیار دهنده رو میتونیم انجام بدیم. نوع‌های کام 2000 عنوان شد و عنوان کردیم که نمیتونیم جای همدیگه استفاده کنیم. در صورت تعویض کام 2000 نیازی به پیکربندی یا مقدار اولیه نیست، فقط در قسمت BSI باید نوع اون کام 2000 رو مشخص کنیم و همچنین در خودروهایی که دارای سیستم کنترل ثابت یا همون کروز کنترل هستن سنسور زاویه پربیلک فرمان وجود داره که با استفاده از دستگاه ABAP میتونیم اونها رو کالیبره کنیم. در این قسمت به معرفی صفحه پشت آمپر میپردازیم. صفحات پشت آمپر در 4 مدل مختلف وجود داره. حالا به نسبت اینکه شرکت تولید کننده کدوم یک از مدل ها رو بر روی خودرو بخواد قرار بده، اولین مدل سطح اصلی یا مدل پایه است که در خودروهای دیزلی و بنزینی استفاده میشه. در این نوع مدل آمپرها ما آمپر دور موتور رو نداریم و واحد درجه کیلومتر به صورت کیلومتر بر ساعت یا به صورت مایل بر ساعت وجود داره که عموما خب در کشور ما بر حسب کیلومتر بر ساعت هست. نوع دوم یا سطح معمولی نوعی است که با آمپر دور موتور هست و همچنین باز هم درجه ها ممکنه بر حسب هر کدوم از کیلومتر یا مایل عنوان بشه. سطح بعدی یا سطح گیربکس اتوماتیک در خودروهایی که دارای گیربکس اتوماتیک هستند و با نشانگر وضعیت دند گیربکس اتوماتیک در قسمت پشت آمپر میتونید شما اونو ببینید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.